سه باستا بعض وقت بالای 16 ها گیر میده فهم در فتح ببینید شما حجم پای تراز زده همونید من همونش میکنید و حالا به عادی بالای 16 رد میکنید زمان بکشید تلگرام رو میشه تلگرام رد میگه خب با تلگرام شو بفرستید با تلگرام رد میشه با تلگرام رد شد اشکال با کافی زده هم رد میشه اشکال رد زده هم خانه به اتنام برای مثلا برای کسی برای یه احنا هم تو برای دو بودم به نام خدا سلام عرض ادب طاعت قبول ایشالله که سالم و سلامت باشید همگی سلام علیکم سلام خدمت همه خوبید انشالله همه آی کفاش بول نمره شما فکر کنم فرستادم نه از قسمت قبل که مشکل ندارید انشاءالله بقیه دوستانم خبر کنید بیان کمی دا 13 نفر شروع کنیم جزوتون صفحه 105 و کتابتون هم صفحه 110 را بیارید پیوند هیدروژنی چی؟ پیوند هیدروژنی مشکل داری؟ ببینید آقای نصیری گفتیم که وقتی که هیدروژن بیاد به یکی از این اتم ها اتم هایی که کوچکند و بسیار خاصیت نافلزی بالا دارند یعنی چی؟ فلور، اکسیژن و نیتروژن عنصرهای بالا سر گروه 17 و 16 و 15 یکی عنصر اولشون اگر هیدروژن بیاد به اینا وصل بشه چون اتم های خیلی کوچکند و خاصیت نافلزی خیلی بالا دارن به شدت میتونن الکترون های هیدروژن رو به سمت خودشون بکشن و قطبیت مولکول خیلی بالا خواهد بود این قطبیت خیلی شدید که مثلا مقایسه کردیم H2S را با آب اگه یادتون باشه گفتیم H2S 97 صدام و آب 85 صدام خیلی قطبیت بالا ایجاد میکنه که باعث میشه نیروهای جاذبه بین مولکولیشون قابل توجه قوی باشه غیر عادی خیلی غیر عادی بود ما انتظار داشتیم نقطه جوش H2S بالاتر باشه ولی H2O 160 هم تازه بالاتر بود درست شد؟ پس پیوند هیدروژنی یه نیروی جاذبه بین مولکولی قوی و غیر عادی هستش به طور غیر عادی قوی است تعریفش چی بود؟ میگیم نیروی جاذبه بین H-ی که به فلور اکسیژن یا نیتروژن متصل باشه H-ی که با کووالانسی به این وصله حالا با F یا O یا N مولکول کناریه با اون F یا O یا N مولکول کناریه یه نیروی جاذبه بین مولکولی قوی میده که بهش میگیم پیوند هیدروژنی درست شد؟ پس
این شد تعریف و مفهوم پیوند هیدروژنی. قسمت نیروهای بین مولکولی آب صفحه 103 کتاب یا جزوه. همون دیگه، همون توضیحی که هم الان داشتم میدادم، این بحث پیوند هیدروژنیه که آقا آب نیروهای بین مولکولش به طور غیر عادی قویه، این نیروهای به طور غیر عادی قوی رو اسم جدا برش گذاشتن، به همه نیروهای بین مولکولی میگن نیروهای واندر والسی. همه نیروهای بین مولکولی رو اسم کلی بهشون دادن، دستبندی داره ولی برای شما نگفته، اسم کلی داره که بهش میگن نیروهای واندر والسی. درست شد؟ نیروهای بین مولکولی یک کلیتی دارن که خیلی زیاد هستش، فراگیر هم همه جا هست، میشه نیروهای واندروالسی، نیروهای واندروالسی. ولی یک دسته کوچیک که غیر عادی قوی هستن بهشون میگن پیوند هیدروژنی، که آب هم به خاطر اینکه میتونه پیوند هیدروژنی تشکیل بده، نیروهای بین مولکولیش به طور غیر عادی قوی هستش. H متصل به F، نیروی جاذبه بین H متصل به F یا O یا N از مولکول با F یا O یا N مولکول کناری. درست شد؟ این میشه پیوند هیدروژنی. آب خواص غیر عادیش که میشه نقطه جوش بالا، افزایش حجم به هنگام یخ زدن، و یکی دوتا که تو کتاب شما نیورده، گرمای تبخیرش بالاست، گرمای ویژش بالاست، به خاطر این پیوند هیدروژنی است، این نیرو بین مولکولیش که خیلی قوی هستش. درست شد؟ اوکی آقای رجایی. آقای رجایی متوجه شدید؟ خیلی خب، بریم صفحه 109 کتابتون را بیارید. 109 کتابتون ما هرچی تا الان درباره محلول صحبت کردیم و یاد گرفتیم، درباره چی بود؟ درباره اینکه حلالمون آب بود. آیا همیشه حلال آبه؟ نه. برفرض مثلا دستمون غیری بشه یا لباسمون غیری بشه، زیر شیر آب آیا هرچه بشوریم فایده داره؟ میگیم اگه دست عسلی بشه زیر شیر آب که بگیریم راحت آب اینا رو میبره، آب اینا رو میبره یا با آب شسته میشه، معنیش اینه که اینا در آب حل میشن، همراه آب میرن. ولی اگه دست یا لباسمون غیری بشه آیا با آب میره؟ میگیم نه دیگه، اینجا آب هر کاری کنیم دیگه فایده ای ندارد، پس ما باید بریم سراغ یه حلال دیگه. درست شد؟ پس آب اگرچه فراوان ترین حلاله، در دسترس ترین، ارزان ترین، مناسب ترین، خیلی ویژگی‌ها رو داره، ولی همه جا جواب نمیده. پس برای بعض جاها برای حل کردن ما نیاز داریم به حلال های غیر از آب. حلال های غیر از آبی که ما استفاده می کنیم اینا ترکیبات کربندار هستند. ترکیبات کربندار را توی شیمیات گرفتیم که بهشون میگن ترکیبات عالی. ترکیبات عالی، عالی با الف. درست شد؟ عالی معنیش میشه ترکیبات کربندار. به ترکیبات کربندار میگن ترکیبات عالی. درست شد که یه شاخه شیمی عالی هستش. حالا میگیم محلول هایی که حلالشون آب نباشه چیه؟ حلال های عالی هستند. به اینا میگه محلول غیر آبی. پس ما یه محلول های آبی داریم، یه محلول های غیر آبی. غیر آبی اینجا معنیش اینه که حلالمون آبه، اینجا حلالمون چیه؟ ترکیب های عالی هستش. مثل چی؟ حالا سه تاش را تو کتاب میخونیم، کتابتون صفحه 109 را بیاریم. اون قسمت های مقدار حفظی هستن دیگه، خوندنی.
صفحه 109 آب و دیگر حلال ها. میگه آب فراوان ترین و رایج ترین حلال در طبیعت، صنعت و آزمایشگاه است، زیرا می تواند بسیاری از ترکیب های چی یونی و مواد مولکولی را در خود حل کند. آب و محلول های آبی در زندگی جانداران نقش حیاتی دارند. بدن ما یه محیط که حلالش آبه، اما همه محلول ها آبی نیستند، زیرا افزون بر آب حلال های دیگری نیز وجود دارند. سه ترکیب عالی نشان عالی اون جدول پایینشون میده که به عنوان حلال به کار میرن. این جدول رو باید حفظمون باشه. اولیش چیز خاصی هم نیست، اتانول، اما الکلی که الان داریم برای ضد عفونی استفاده میکنیم، یه حلالیه که توی کارخونه های مواد آرایش بهداشتی دارو اینا به عنوان حلال ازش استفاده میشه. بعضی داروها مثلا مثل شربت اینا بعضیش روش اگه بخونید نوشته حاوی مثلا فلان درصد اتانول هستش. پس یکی از حلال های غیر از آب، پس فراوان ترین و رایج ترین حلال آبه که حلال مناسب برای ترکیب های یونی و مولکولی قطبی، ترکیب حلال خوبی برای ترکیب های یونیه و برای ترکیب های مولکولی که قطبی هستن. حالا برای ترکیب های مولکولی که قطبی نیستن چی؟ حلال های عالی رو به کار میبریم. حالا این یکیش اولیش اتانوله که فرمولش باید بلد باشیم، C2H6O، نوشته مو بزرگتر از صفر، کنارش بنویسید مو بزرگتر از صفر معنی چی بود؟ یعنی قطبی. پس اتانول قطبی هستش، کنارش بنویسید قطبی، حلال در تهیه مواد داروی آرایشی بهداشتی. مورد بعدی استون که به گوشمون خورده، خانم ها استفاده میکنن که لاک پاک کنن، درسته؟ استون فرمولش C3H6O هستش، C3H6O، اینم موش نوشته بزرگتر از صفر یعنی قطبی هستش. حلال چربی تو آزمایشگاه، حلال غیر از آب که خیلی استفاده میکنن، اگه ظرفاشو مثلا داخل ظرفا چرب شده باشه اینا، با استون تمیزش میکنن. حلال چربی ها لاک و رنگ ها هستش، اینا هم بلد باشیم. پس کنار استون هم که نوشته مو بزرگتر از صفر بزنید قطبی. مورد سومش هگزان که فرمولش زده C6H6، فکر میکنم که توی علوم راهنمایی بود که 10 آلکان اول را خوندید، متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نونان، دکان. ششمیش هگزانه، C6 آلکانه، این یه آلکانه، CNH2N به اضافه 2 کنارش بنویسید که هگزان آلکانه شش کربونی، آلکانه شش کربونی. هگزان میگیم آلکان شش کربنی. فرمول آلکان ها هم که چی بود؟ CNH2N به اضافه 2، یعنی کربن هر چی بود هیدروژن ها را دو برابر کن، دو تا دیگه هم بذار روش، 6 تا میشه 2 6 تا، 12 تا 2 تا، 14 تا، C6H14، درسته؟ پس به دست میاد C6 نمی‌نویسم. دست میاد C6H14. پس این قسمت حفظیه و هگزان یا به طور کلی هیدروکربن ها یک کنار بنویسید که هیدروکربن ها ناقطبی ها، نام کنار کتابم نوشته. خب اون دو تای زیر جدول بخونیم بعد کنار نویس. میگه به محلول هایی که حلال آنها عالی است محلول های غیر آبی میگوین. دو نمونه از این محلول ها را اون پایین میبینیم. چی؟ مثال زده محلول یود در هگزان که یود خودش ناقطبیه، جلسه قبل خوندیم، هگزان هم که الان خوندیم ناقطبیه، این بنفش رنگه، و به اون سبز رنگ بنزین، میگه بنزین هم یه محلول غیر آبی هستش. پس یود در هگزان و بنزین خود رو یادم باشه دو تا محلول چی هن؟ غیر آبی. اینا مطالب حفظیه که نانمیسا بخونیم. میگه هوا و آب دریا از جمله محلول هایی هستند که از یک حلال و چند تا حل شونده تشکیل شدن. انواع نمکات و آب دریا وجود داره دیگه، درسته؟ گازها هم حل شدند، مواد دیگه هم حل شدند. تو هوا حلالمون نیتروژن، بقیه گازها میشن حل شونده ها، اکسیژن، آرگون، CO2، متان، هر گاز دیگه که توی هوا هستش. قسمت پایین میگه برخی مواد شیمیایی مانند اتانول هم الکل معمولی
و استان به هر نسبتی در آب حل میشن. پس اینم زیرش خط بکشید، دو تا ماده ای که هر چی بریزی حل میشه، مثلا نمک بریزیم تو آب هم بزنیم حل میشه، دوباره بریزیم حل میشه، به یه جای میرسیم دیگه هر چی هم بزنیم دیگه حل نمیشه، بهش میگیم محلول سیر شده به دست اومد، محلول سیر شده، جایی که دیگه حل شونده بیشتر تو خودش حل نمیکنه. میگه بعض موادن اصلا محلول سیر شده ازشون تو آب به دست نمیاد. دو تاشو اینجا مثال زده، باید بلد باشیم، اتانول توی آب و استان توی آب، از این رو نمیتونم محلول سیر شده از آنها تهیه کرد. درباره قطبیت هیدروکربن ها هم که نانوشته، گشتاورد قطبی اغلب هیدروکربن ها ناچیز و در حدود صفره. زیر اینکه ناچیز و در حدود صفره خط بکشید بنویسید یعنی هیدروکربن ها ناقطبی هستند، یعنی هیدروکربن ها ناقطبی هستند. نوشتید؟ یعنی هیدروکربن ناقطبی هستند. چرا سیر نمیشود؟ چون این دوتا نیروها بین مولکولیشون خیلی شبیه با آبه و میتونن با آب پیوند هیدروژنی بدند. حالا در این حد بدونید کفایت میکنه. خب خود را بیازمایید. صفحه 109 میگه آیا حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سرتاسر هر یک از مخلوط‌های زیر یکسان و یک نواخت است؟ چرا؟ که حالا تصویر به همچین مخلوط نیست. مخلوط میگیم دو تا ماده داریم، ولی اینجا آب و یخ هر دو تاشون فرمولشون H2O. حالا این کتاب اینجا شکم ایراد داره، ولی خب میگیم آیا حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی همه جاش یک نواخته؟ توی مورد به که آب و یخه میگیم ترکیب شیمیایی در همه جا یک نواخت، ولی حالت فیزیکی نه، حالت فیزیکی جامد داریم و مایع داریم. پس در مورد به آب و یخ میگیم حالت فیزیکی در سرتاسر این نمونه یکسان نیست، جامد که یخ، مایع که آبه. مورد الفش آب و هگزان، اگر نگاه کنی جدا از هم وایسادن بین آب و هگزان یه خط کمرنگی میبینید، یعنی اینا در هم حل نشدند، ناهمگنند. پس بدونیم که هگزان توی آب حل نمیشه، هگزان تو آب حل نمیشه و در ضمن آب چگالیش بیشتره پایین وای میسه. خب حالا میگه آیس خواص در سرتاسرش اینجا یکسان و یک نواخته، میگیم حالت فیزیکی یک نواخته، هر دو تا چون مایعن حالت فیزیکی یک نواخت، ولی ترکیب شیمیایی در سرتاسر مخلوط یک نواخت نیست. ترکیب شیمیایی یعنی فرمولش، قسمت پایین فرمول H2O، قسمت بالا فرمول چیه؟ C6H14 هستش. پس ترکیب شیمیایی در سرتاسر مخلوط یک نواخت نیست، چون فرمولشون فرق میکنه. اوکی، مشکلی نیست. قسمت صفحه 110 کتاب پیوند با زندگی مطلب خیلی ساده ای هستش، حالا سری روش میخونم بریم جلو. میگه اغلب محلول ها موجود در بدن انسان محلول های آبی هستن، بله محیط اصل جرم بدنمون آبه. محلول هایی که بیشتر واکنش های شیمیایی درون بدن از جمله گوارش غذا، کنترل دمای بدن، تنفس، جلوگیری از خشکی پوست و غیره در آنها انجام میشود. با این توصیف بخش عمده جرم بدن را آب تشکیل میدهند. بیش از نیمی از این آب درون یافته ها یعنی همون سلول ها و باقی آن در مایه های برون سلولی جریان دارد. برون سلولی میشه همون مثل خونی که توی رگامون هستش. این مایه ها مواد مغذی و مواد زائد را بین سلول ها و دستگاه گردش خون جابجا می کند. هر فرد بالغ روزانه به طور میانگین 1500 تا 3000 میلی لیتر یعنی 1.5 تا 3 لیتر آب را به صورت ادرار تعرق پوستی عرق کردن، بخار آب در بازن و غیره از دست میده.
اگر این مقدار آب با خوردن مواد غذایی میوه ها نوشیدنی ها جبران نشه، بدن دچار کم آبی میشه. قسمت بعد هم میگه آب با حل کردن مواد زائد تولید شده در سلول ها و دفع آنها نقش کلیدی در سلامت بدن دارد. مطالب خیلی ساده و مثل روزنامه بار هستش. بریم قسمت بعدی، کدام مواد با یکدیگر محلول میسازند. این قسمت مهمه. کدام مواد با یکدیگر محلول میسازن، یعنی چی تو چی حل میشه، کی حل میشه، کی حل نمیشه. چرا هگزان اون موقع صفحه قبل دیدیم که توی آب حل نمیشه؟ ببخشید من یه لحظه. الو سلام آقای دکتر. سلام، من کلاسم آقای دکتر، بعد تماس میگیرم خدمت. خب میگه تا کنون آموختید که برخی حل شونده ها در برخی حلال ها حل میشوند، مثلا سدیم کلورید تو آب حل میشه، شکر تو آب حل میشه، خیلی از ترکیب های یونی تو آب حل میشن. ما فقط دو سه تا خوندیم که بحث شناس های یونا، تعداد کمی از ترکیب های یونی که حل نمیشن، بقیه حل میشن. استو حل میشه، اتانول حل میشه تو آب، درسته؟ میگه خیلی حل میشن و محلول تشکیل میدن، در حالی که برخی دیگر مخلوط ناهمگن میسازن. مثل چی الان خوندیم؟ مثل هگزان توی آب. برای نمونه افزودن استون به آب یا اندکی یود به هگزان منجر به تشکیل محلول میشود، اما افزودن هگزان به آب مخلوط ناهمگن پدید میاره، چیزی که خوندیم. حالا یه سری سوال ازمون میپرسه. صفحه 111 کتاب، همه دارید گوش میدید دیگه. با توجه به مقدار گشتاورد قطبی هر ماده موارد زیر را توجیه کنید. انحلال استون در آب، وقتی میگه انحلال یعنی حل میشه. خب استون صفحه قبل خوندیم که قطبیه یا ناقطبی. آقای دکبر استون قطبی بود یا ناقطبی صفحه قبل خوندیم؟ قطبی. آقای نبیون آب چیه، قطبی یا ناقطبی؟ آب، آب. کامیار آب قطبی یا ناقطبی؟ قطبیه. بله آقای نیاز، بله. میبینیم که استون قطبی، آبم قطبی، اینا تو هم حل شدن. یه جورایی انگار داره بهمون القا میکنه که یعنی قطبی‌ها اگه بخوان حل بشن تو چه نوع حلالای حل میشن؟ توی قطبی‌ها. بریم مورد ب را ببینیم. انحلال یود در هگزان. یود فلور کلور بروم یود که می‌خواستیم این بحث نیروهای بین مولکولی را صحبت کنیم. آیه انصاری یود قطبی بود یا ناقطبی؟ مولکول دو اتمی با اتم‌های مشابه. یود قطبی یا ناقطبی؟ ناقطبی هستش. هگزان الان آیه نیازی هگزان الان خوندیم که هیدروکربونه، گفتم هیدروکربون ها قطبی یا ناقطبی؟ ناقطبی. پس بله دکتر اینجا جواب داده. اینجا هم داریم میبینیم که چی میگه، انحلال یود در هگزان، یعنی یود تو هگزان حل میشه، یود ناقطبی، هگزان هم که حلاله ناقطبی. یعنی داره چیا به ما القا میکنه؟ اگر مواد ناقطبی بخوان حل بشند تو حلالهای ناقطبی حل میشن، درسته؟ اینا داره. پس مورد اول یاد گرفتیم که قطبی توی قطبی حل میشه، مورد ب ناقطبی توی ناقطبی حل میشه، مورد پ حل نشدن هگزان در آب. هم الان صحبت کردیم که هگزان ناقطبیه، آب قطبی، یعنی ناقطبی ها در قطبی ها حل نمیشن. پس ما به این نتیجه میرسیم که توی جمله دو آورده، قسمت دو سال دو، آیا جمله شبیه را حل میکند درست است؟ بله، ما دیدیم که قطبی ها تو قطبی حل میشن، ناقطبی ها تو ناقطبی حل میشه، یعنی مثل همه تو هم دیگه حل میشن. توضیح دهید.
آیا درست است بنویسید که بله؟ برای توضیحش بنویسید که ترکیب‌های یونی و مولکول‌های قطبی، ترکیب‌های یونی و مولکول‌های قطبی در حلال‌های قطبی حل می‌شوند، در حلال‌های قطبی حل می‌شوند و مواد مولکولی ناقطبی و مواد مولکولی ناقطبی در حلال‌های ناقطبی حل می‌شوند. پس یونی و مولکولی قطبی در چی؟ حلال‌های قطبی. قطبی یعنی قسمت مثبت و منفی دارد. اینم که مثبت منفی داره، یونی هم که خودش مثبت منفی هستش. و مورد بعدی مواد مولکولی ناقطبی، ناقطبی در حلال‌های ناقطبی حل می‌شوند. پس اینا بلد باشیم. حالا چه عرض کنم دیگه، بحث سیستم و اینا رو من نمیدونم آقای کفاش بود. خب پس توضیح سوال دو این بود که میگیم حل میشوند، حل میشوند. مورد سه میگه آزمایش‌ها نشان میدن که فرآیند انحلال هنگامی منجر به تشکیل محلول میشود که از سمت چپ میخونیم، از سمت چپ میخونیم، جاذبه های حل شونده با حلال توی محلول اگه بیشتر باشه، یعنی قوی تر باشن، جاذبه های حل شونده با حلال در محلول اگر زیادتر از میانگین جاذبه ها توی حلال خالص و حل شونده خالص باشه، حل شدن رخ میده. پس اگه گفتن حل شدن چه زمانی رخ میدهد، یا فرآیند انحلال کی منجر به تشکیل محلول میشه، اینا می نویسیم. میگیم زمانی که میانگین جاذبه ها در بین حلال با حل شونده بیشتر از میانگین جاذبه ها در حلال خالص و حل شونده خالص باشد. این جمله هم زیرش خط بکشید بلد باشید، اینا حفظی هم. خب حالا قسمت بعدش رو بخونیم، یا میخواید یه لحظه کنار نویس را نگاه کنیم با هم دیگه کنار نویس. میگه اگر مولکول های حلال را با آ نشون بدیم، یعنی آ با آ جاذبه دارن توی حلال، و ذره های حل شونده را با بی نمایش دهیم، پس بی به بی ها با هم جاذبه دارن، میتوانیم نیروهای جاذبه میان آنها را در حالت خالص با آ به آ نقطه چین نشون داده و بی به بی اینم حل شونده خالصه، با این توصیف برای محلول بی در آ رابطه زی برقرار است. محلول بی یعنی زمانی که حل شده، زمانی که حل شده جاذبه های ای به بی یعنی جاذبه حلال با حل شونده زیادتر از جاذبه های آ به آ یعنی حلال جداگانه با هم به اضافه جاذبه های حل شونده با هم تقسیم بر دو یعنی میانگینشون، جاذبه های حلال با حل شونده بیش از میانگین جاذبه ها در حلال خالص و حل شونده خالص است، تقسیم بر دو یعنی میانگین. خب حالا تصویری را بررسی کنیم. با این توصیف با توجه به شکل زیر به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید. آب بین مولکول‌ها سه سری نقطه چین زده که چیه؟ پیوند هیدروژنی داره، چون H متصل به O داره. فرمول آب را بنویسید، H2O بود دیگه، H2O H متصل به O داره، میتونن با هم دیگه پیوند هیدروژنی بدن. پایینش اتانوله، اتانول را میتونید بنویسید. حالا اونجا نوشته بود 3.6 اوام، ولی اینجا کنارش برای اتانول بنویسید اتانول 3.5OH، یعنی H متصل به O داره. اگه بخوام ساختار لوئیسش رو بکشم به این صورته، بکشید داشته باشید اینا.
خب این ساختار لوئیس مولکول های اتانوله، اچ متصل به او دارن، پس اچ متصل به او از این مولکول با اوی مولکول کناریه پیوند هیدروژنی میده، درسته؟ یا اچ اون یکی با اوی این مولکول پیوند هیدروژنی میده. قسمت محلول اتانول در آب اگر نگاه کنید، اگر قشنگ به تصویر را نگاه کنید، مولکول های اتانول را میبینید که با مولکول های آب چی شدن؟ پیوند هیدروژنی دادن. اچ اتانول با اوی آب یا اچ آب با اوی اتانول. من صفحه بعد بکشم اینا را. اگر خود آب را تنها در نظر بگیریم، میگیم در آب بین H متصل به O با O مولکول کناری چیه؟ پیوند هیدروژنی برقراره دیگه، درسته؟ حالا برای اتانول که قسمت کربن هیدروژنش رو جمع میزنن، C2H5OH، این میاد با یه مولکول دیگه، C2H5OH، بین این مولکول اتانول هم با اون H متصل به OH با اوی مولکول کناری پیوند هیدروژنی میده، درست شد؟ اگرم اتانول را بریزیم توی آب چی میشه؟ اتانول توی آب این یه مولکول آب باشه، OH با H، اینم یه مولکول اتانول باشه، C2H5OH. H آب با اکسیژنای اتانول، H متصل به O، میگیم با اوی مولکول کناری. یا حالت برعکسش ممکنه، این H بیاد با یه اکسیژن مولکول آب دیگه بیاد پیوند هیدروژنی بده، پس هم H های توی آب میتونن با اکسیژنای اتانول پیوند هیدروژنی بدن، هم H های اتانول با اکسیژنای آب پیوند، پس دو نوع پیوند هیدروژنی میتونه تشکیل بشه. چون اینا پیوند هیدروژنی قوی هستند، باعث شده که بین مولکول‌های آب باز بشه جاذبه، بین مولکول‌های اتانول هم جاذبه باز بشه، مولکول‌های آب با اتانول پیوند هیدروژنی بدن، این باعث تشکیل پیوند، این باعث انحلال اتانول توی آب میشه. پیوند‌های هیدروژنی بین اتانول با آب قوی‌تر از پیوند‌های هیدروژنی اتانول جدا و آب جدا تقسیم بر دوشون میانگین هستش. اینا را هم بکشید، یا اگر توی کتاب عکس رو میبینید متوجه میشید که خب هیچ، متوجه شدید؟ حالا سوال پایینش را جواب بدیم. سوال پایین را میگه آ نیروهای بین مولکول در هر یک از چه نوعی است؟ بنویسید که پیوند هیدروژنی، پیوند هیدروژنی. یعنی توی آب چه نوع نیرو بین مولکولی داریم؟ پیوند هیدروژنی. توی اتانول چی؟ پیوند هیدروژنی. چرا؟ میگیم چون در هر دو ماده H متصل به O وجود دارد، یا بنویسید هیدروژن متصل به اکسیژن، یا نمادیش یا اسم فارسیش رو بنویسیم. چون در هر دو ماده هیدروژن متصل به اکسیژن وجود دارد، هیدروژن یک مولکول با اکسیژن مولکول کناری پیوند هیدروژنی میدهد. هیدروژن متصل به O از یک مولکول با اکسیژن مولکول کناری پیوند هیدروژنی میدهد. قسمت ب، در مربع زیر علامت بزرگتر یا کوچکتر قرار دهید. نیروها جاذبه میان مولکول ها در محلول اتانول در آب نسبت به میانگین نیروهای جاذبه میان مولکول های آب خالص و اتانول خالص. آی فکاری جواب بدید.
قسمت بیرا صفحه 111 اون پایین، نیروهای جاذبه بین مولکول ها در محلول اتانول در آب بیشتره یا کمتره نسبت به میانگین نیروها جاذبه میان مولکول های آب خالص و اتانول خالص؟ کلمه بیشتر یا کمتر را بنویسید. گفتیم اتانول توی آب حل میشه دیگه، اتانول اگر انحلال رخ داد، حل شدن اتفاق افتاد، میگیم جاذبه های بین حلال با حل شونده، جاذبه های بین حلال با حل شونده اینجا میشه اتانول با آب، زیادتر از حلال جدا و حل شونده جدا هستش، زیادتر از. پس اینجا باید بگیم که نیروهای جاذبه میان مولکول ها در محلول اتانول در آب، یعنی جاذبه های اتانول با آب زیادتر، بیشتر، علامت بیشتر بنویسید، بیشتر از میانگین نیروها جاذبه میان مولکول های آب خالص و اتانول خالصه. نوشتید همه؟ علامت بزرگتری. خب قسمت پ، قسمت پ میگه چرا شیمیدان ها انحلال اتانول در آب را انحلال مولکولی مینامند؟ توضیح دهید. این وقتی که حل میشه این مولکول اتانوله، آیا اتفاقی براش افتاده؟ مثلا از بین رفته؟ شکسته؟ نه. اگر مولکولی پس از حل شدن هنوز مولکولش حفظ بشه، ساختار مولکولش حفظ بشه، بهش میگن انحلال مولکولی، ولی بعضی وقتا این اتفاق نمیفته. پس چرا شیمیدان ها انحلال اتانول در آب را انحلال مولکولی مینامند؟ توضیح دهید بنویسید. چون طی انحلال مولکول های اتانول ساختار مولکولی خود را حفظ می کنند، ساختار مولکولی خود را حفظ می کنند. همین. بریم صفحه 112. من انشالله امروز و سه شنبه تمومه دیگه. والا طالقانه کلاس دارم، همون سه شنبه باشه. ببخشید. خب صفحه 112 فرآیند انحلال نمک ها در آب. الان صفحه خوندیم که آقا مولکول های اتانول به صورت مولکول کل ساختار مولکولیشون، یعنی پیوند بین اتم ها حفظ میشه، پیوند کووالانسی ها حفظ میشه. حالا بریم درباره یونیا که از قبل خوندیم بلدیم اینا را. با انحلال مولکولی آشنا شدید، انحلالی که در آن مولکول های حل شونده ماهیت خود را در محلول حفظ میکنن، همون چیزی که الان نوشتید. گویی ساختار مولکول های حل شونده در محلول دچار تغییر نشده است. بله، مولکول هاش هیچی نشدن. انحلال استون یا اتانول در آب و نیز انحلال یود در هگزان از این نوع هستند. مطالب حفظیه. اتانول در آب، استون در آب و یود در هگزان انحلالشون از نوع مولکولیه، یعنی مولکول ها حفظ میشن. اما همه فرآیندهای انحلال چنین نیستند. برای نمونه به فرآیند انحلال سدیم کلرید در آب توجه کنید، همون معادله تفکیکیانی که قبلا بهتون درس دادم و میخواد بگه. سدیم کلرید ترکیب یونی با بلورهای مکعبیه. بس بلد باشید سدیم کلرید بلورش مکعبیه، چون همه مکعبی نیستن ترکیب یونی، که در آن یونهای انهای مثبت و سیل منفی با آرایش منظم در سه بُعد جای گرفتن. هنگامی که بلور کوچکی از این ماده جامد در آب وارد میشه، مولکول‌های آب از سرهای مخالف به یونهای بیرونی بلور نزدیک شده و نیروی جاذبه میان آنها برقرار می شود. این نیروی جاذبه یون دو قطبی نام دارد. برفرض
این یه ظرف آب باشه، اینم یه تیکه نمک، Ni مثبت Cl منفی، Ni مثبت Cl منفی، Cl منفی Ni مثبت، Cl منفی Ni مثبت. خب این یه تیکه نمکه. توی انجام چیه؟ مولکول های آب حضور دارن. میگه مولکول های آب، ما یه خوندیم که این مولکول آب بود O H نم H. میتونیم یه صفحه بزنیم اینجا، که مولکول های آب بودن، میتونیم یه صفحه بزنیم و مولکول های قطبی اینجوری هستند. کلا میتونیم یه صفحه بزنیم که بگیم یه سمتش، حالا با این صورت دلتا منفی نشون میدن، دلتا این حرفا دلتا کوچیک یونانیه، یعنی یکم بار جزئی منفی، این سمت مولکولمون یکم بار مثبت داریم. بار جزئی مثبت و منفی را وقتی که یون نیست، بار کامل نیست، با دلتا نشون میدن، یعنی یه مقدار. در مولکول های آب سمت اکسیژن یه مقدار بارش منفیه، سمت هیدروژن ها یه مقدار بار مثبت هستش. درست شد؟ مولکولی که سمت مثبت و منفی داره را گفتیم بهش میگیم مولکول قطبی. مولکول هایی که قسمت مثبت و منفی دارن میگیم قطبی. خب از اون طرف ما توی فیزیک هم خوندیم که بارهای ناهمنام همدیگر را جذب میکنن. درسته؟ بارهای ناهمنام. حالا میایم توی این ظرف آب. اینجا یون Ni مثبت، یون بارش چیه؟ مثبت. مولکول های آبم که این بیرون این دور و برش هستن، بار ناهمنام مثبت میشه، میشه منفی. مولکول های آب از سمت منفیشو، یعنی از سمت اکسیژن، میان شروع میکنن دور تا دور این یون سدیم را بگیرن. پس یعنی به این صورت اکسیژن H H، جام اکسیژن H H، میان این اکسیژن ها که بار منفی دارن با این سدیم ها جاذبه برقرار میکنن، یه تعداد میان دور و برش رو یه پوشش میدن، اینقدر میشه که حالا این مولکول های آب میتونن با هم این یون سدیم رو بگیرن بکشن ببرن داخل آب. پس میان میبرن داخل آب این Ni مثبتی که حالا مولکول های آب از سمت منفیشون، یعنی از سمت اکسیژنشون، دور و بر اینا پوشوندن، بهش میگیم آب پوشیده، AQ محلول در آب. یعنی این یه پوششی از مولکول های آب دور تا دور این یون ایجاد شده. پس طی انحلال مولکول های آب از سمت بار مخالفشون به یون ها نزدیک میشن. بار مخالف اون یونه، اگه یون مثبت بود، از سمت منفی یعنی اکسیژن نزدیک میشن و یه پوششی دور این ایجاد میکنن، میبرن توی آب. اگر یون منفی بود، از سمت مثبت آب یعنی هیدروژن ها میان اطراف این یون ها پوشش میدن. برای اینجا مثلا این Cl منفیه، این H O H، اینم یه H O H، میان با این Cl منفی مثبت های آب با این منفی جاذبه برقرار میکنن، اینا میکشن میبرن توی آب. اینجا این یون، این یون مثبتمون از سمت منفی های آب یه پوششی دور برش ایجاد شده. حالا اینجا جا نیست، من برای Cl منفی هم اینجا میکشم که این Cl منفی هم یه پوششی از مولکول های آب از سمت هیدروژنش، H O H، اینم H O H، اینم H O H، اینم H O H، یه پوششی ایجاد میشه اطراف این یون منفیه توسط مثبت های مولکول آب، مثبت جزئی مولکول آب. اینا قسمت مثبت بودن دیگه، درسته؟ اینا هم قسمت های منفی مولکول های آب بودن. یکم منفی را تو دایره میتونیم بذاریم. پس مولکول های آب از سمت بار مخالف میان به این یون ها نزدیک میشن و باعث میشن که این یون کنده بشه بیاد بره تو آب. ترکیب یونی ساختارش یه بلور بود، بلور بود. بعد از حل شدن آیا این بلوره رو داریم؟ نه، ساختار کلا متلاشی شد. پس اینجا ساختار ماهیت خودش رو حفظ نمیکنه. درست شد؟ در حالی که انحلال مثل اتانول مولکولا ساختارشون رو حفظ میکردن. خب بریم جلو. میگه سدیم کلرید ترکیب یونی با بلورهای مکعبی است که در آن یونهای Ni مثبت و با Cl منفی آرایش منظمی در سه بعد جای گرفتن. این سه بعد این بود که اینجا نشون دادم، این ساختار سه بعدی شبکه داره. هنگامی که بلور کوچکی از این ماده جامد در آب وارد می شود، مولکول های قطبی از سر
آب، مولکول‌های قطبی آب از سرهای مخالف به یون بیرونی اون یون‌های سطح بیرونی بلوره نزدیک میشه، نیروی جاذبه میان اونها برقرار میشه. این نیرو جاذبه بین مولکول‌های آب که قطبیان با یون رو بهش میگیم چی؟ یون دو قطبی. پس جاذبه بین یون‌ها با مولکول‌های قطبی، جاذبه بین مولکول‌های قطبی با یون‌ها، با یون‌ها رو بهش میگن چی؟ یون دو قطبی. یون دو قطبی یکی گروه از نیروهای واندروالسی جاذبه این یون‌ها با مولکول‌های قطبی که بهش میگن یون دو قطبی، جاذبه یون دو قطبی نام دارد. سعی می‌کنم یه تا 115 این قسمت رو یکم مفهومیه، بعدش راحت تر میشه. 115 یا 116، 115 و 116 چیز خاصی نداره. خب پس یه جاذبه بین ذره‌ای هم یاد گرفتیم، پیوند هیدروژنی رو بلد بودیم، از مجموعه واندروالسی‌ها یه گروهشون رو الان یاد گرفتیم، جاذبه بین مولکول‌های قطبی با یون‌ها که میگیم یون دو قطبی، درست شد؟ جاذبه یون دو قطبی نام دارد. نیروی جاذبه‌ای که باعث جدا شدن یون‌ها از شبکه شده تا بالایی از مولکول‌های آب پوشیده شود. این یون‌های آب پوشیده، ببین گفتم یه پوشش از مولکول‌های آب دور یون‌ها رو بهش میگیم آب پوشیده. این یون‌های آب پوشیده در سرتاسر محلول پراکنده خواهند شد، به طوری که محلول آب نمک را میتوان محلول محتوی یون‌های Ni مثبت Aq و Cl منفی Aq دانست. همان گونه که در شکل 22 پیداست، در این فرآیند انحلال ماده حل شونده ویژگی های ساختار خودش را حفظ نکرده. گفتم ساختار بلورش ازم پاشید دیگه، کلا یونا جدا شدن و یون های سازنده شبکه بلور یونی تفکیک و آپوشیده شدن. این فرآیند انحلال یونی به شمار می رود. انحلال یونی وقتی که مواد به صورت یون پخش میشن توی آب. حالا تصویر میکروسکوپی سمت چپ ساختار شبکه بلور اناسیل را نشون میده، بعد آب هم به صورت جدا مولکول های آب را نشون داده. حالا تصویر سمت راست که نمک تو آب حل شده، تصویر میکروسکوپی اینا را داره نشون میده. گوی سبزه، ممکنه تو امتحان بگن که این گوی سبزه بارش چیه؟ این گوی سبزه اگه گفتن بارش چیه، آقای رجایی، آقای نادم، آقای از دامپرست، توی تصویر میکروسکوپی سمت راست این گوی سبزه اگه گفتن بارش چیه چی میگیم؟ آقای فکاری این همین تصویره رو داری میگی؟ متوجه نشده یه؟ ببینید ما الان توضیح دادم، میخواد همین تصویری که من کشیدم و دوباره اینجا اومده داده. مولکول های آب از سمت چه قطبی به یک یون نزدیک میشن؟ میگیم از سمتی از مولکول که بارش مخالف این یونه هست، بارش مخالف این یونه هست. در ضمن اینا باید بدونی که توی آب سمت اکسیژن منفیه، سمت هیدروژن مثبته، درست شد؟ اینجا کشیدم که چه سمتی چه باری داره. حالا اومده اینجا یه یونی سبز رنگ داره نشون میده بهمون. مولکول های آب میبینیم از چه سمتی نزدیک شدند؟ اگر دقت کنیم میبینید از سمت هیدروژن های پوششی دادن، نه اون سفیدا، دوتا سفیدا اومدن نزدیک این یون سبزه. دوتا یا تو آب اچند، هیدروژن که بارش چیه؟ هیدروژن که بارش مثبته، مثبت گفتیم به یون منفی نزدیک میشه. هیدروژن ها مولکول های آب از سمت هیدروژن از سمت مثبت به یه یونی که نزدیک میشن، یعنی اون یون بارش چیه؟ منفی. پس تو این سبز رنگه بنویسید که اینا Cl منفی هستند، در حالی که تو تصویر میکروسکوپش هم خودش داشت نشون میداد. پایینش میبینیم که مولکول های آب از سمت اون یک اتم قرمز بزرگه یه دونه یه، یعنی اکسیژن اتم مرکزی، نزدیک شده به این یونه. اکسیژن میدونیم که چیه؟ بارش منفیه، بار منفی، یعنی به یک یون مثبت نزدیک شده. پس اون سفید رنگی وسط اینا، وسط این چهار تا مولکول آب، اون چیه؟ ان آی مثبت هستش. پس ممکنه سوال اینجوری بدن، بگن بار این یونه رو تعیین کنید. از بر اساس جهتی که مولکول های آب نزدیک شدن متوجه میشیم،
اگه از سمت هیدروژن که مثبت نزدیک شده یونه منفیه اون وسطیه، ولی اگه از سمت اکسیژن که منفیه اون یونه میشه چی؟ مثبت. یاد گرفتید آی فکاری؟ همه متوجه شدید؟ بقیه سریع همه جواب بدید. کجاش تا متوجه نشدید؟ آب موضوع سختی نیست. میگم مولکول های آب از سمت بار مخالفشون به یون ها نزدیک میشن. اگه یون مثبت مولکول های آب از سمت منفیشون نزدیک میشن بهش، منفیشون یعنی اکسیژن. اگه یون منفی بود مولکول های آب از سمت مثبتشون یعنی از سمت هیدروژن ها میان نزدیک میشن به اون یون جاذبه برقرار میکنن. متوجه شدی آقای رجایی؟ آقای رجایی خیلی صفحه 112 پایین معادل تفکیک یونی را خواسته که قبلا بحث کردم. میگه NaOH بره که تو آب چی میشه؟ با بگیم که آقا یونا ازم باز میشن که یوناش چی هست؟ Na مثبت AQ اضافه آنیونش میشه OH منفی. یونا رو گفتم حفظ کنید، هیدروکسید باید یونای چند اتمی رو حفظ کنید گفته باشم. پس Na مثبت AQ اضافه OH منفی AQ. مورد بعدی یه چیز بوده که Al سه مثبت و سه تا NO سه منفی. Al سه مثبت و سه تا NO سه منفی چی بوده؟ میشه Al تو پرانتز NO سه بیرون سه مرتبه. Al NO سه سه مرتبه بوده. Al NO سه سه مرتبه جامد که بره تو آب، میگیم معادل تفکیک یونی اینه که یونا ازم باز میشن. یونا Al کاتیونمونه، این یکی آنیونمونه. از آلومینیوم چند تا داریم؟ یه دونه. آلومینیوم بارش چنده؟ سه مثبت بر اساس گروهش. Al سه مثبت AQ به اضافه از این NOCA چند تا داریم؟ سه تا. گفتم زیرونده یون به ضریبش تبدیل میشه، سه تا NOCA منفی AQ. درست شد؟ BACL2، BACL2 جامد توی آب میشه چی؟ باریوم که گروه دو دو مثبت AQ و دو تا کلور که بارش یک منفی AQ. قبلا این قسمت رو کار کردیم. سوال دو، با توجه به اینکه منیزیم سولفات و باریوم سولفات در دمای 25 درجه به ترتیب محلول و نامحلول در آب هستند، با دلیل در هر مربع علامت بزرگ کوچکتر یا بزرگتر قرار دهید. میگه منیزیم سولفات و آب حل میشه ولی باریوم سولفات حل نمیشه. حالا میانگین نیروی پیوند یونی در MgSO4 و پیوندهای هیدروژنی در آب نسبت به نیروهای جاذبه یون دو قطبی در محلولشون، آقای ابوالفضل دوکبر شما جواب بده، نیروی جاذبه یون دو قطبی توی محلول بیشتره یا جاذبه دوی منیزیم سولفات و پیوند هیدروژنی در آب بیشتره؟ فارسی بنویسید تا بهتر متوجه بشیم. فارسی جاذبه یون دو قطبی را بگید که بیشتر یا کمتره. جاذبه یون دو قطبی بیشتر از سمت راست هست یا کمتره؟ جاذبه یون دو قطبی کمتر است. توی صورت سوال بخونیم، میگه منیزیم سولفات در آب حل میشه، باریوم سولفات حل نمیشه. اگه حل میشه یعنی جاذبه های حلال با حل شونده بیشتره. جاذبه های حلال با حل شونده میشه یون دو قطبی دیگه. جاذبه های حلال با حل شونده میشه یون دو قطبی. اگه حل شد میگیم این بیشتره. پس باید جملتون رو اصلاحش کنید.
جاذبه ایان دو قطبی، از سمت چپ که بخونی بیاییم یه فلش بزرگتر، یه علامت نامساوی بزرگتر باید بذارید. پس نیروی جاذبه ایان دو قطبی در محلول بزرگتر از میانگین نیروی پیوند ایانی در MgSO4 و پیوند هیدروژنی در آب. درست شد؟ جاذبه ایان دو قطبی بیشتر است. حالا برای بعدی باریوم سولفات گفته حل نمیشه، حل نمیشه، یعنی جاذبه حلال با حل شونده قوی تر نیستن دیگه. پس نیروی جاذبه ایان دو قطبی در محلول میگیم که چی؟ کمتر از، کمتر علامت کوچکتری بذاری، کمتر از میانگین نیروی پیوند ایانی در BaSO4 و پیوند هیدروژنی در آب. اوکی؟ بقیه هم متوجه شدید؟ خیلی خب، قسمت بعدی که یکی آزمایشه که خب ما اصلا نمیتونیم انجام بدیم، کارش نداریم، مفاهیمش را به صورت کلی میگم. میخواهید این قسمت جزوتون رو بیارید، جزوتون رو بیارید صفحه 108 جزوه رو بیارید، بذارید این یه مبحث هم بگم که سخت نیست که پس فردا بتونیم کتاب رو تمومش کنیم. اجازه بدید، این یه مبحث سخت نیست، میخواییم پس فردا کتاب تموم بشه. یه مقدارم بزرگمان چون ما هر از گاهی سعی کردیم نکته تستی بگیم، تست حل کنیم، چه میدونم خیلی وقتا شما مجدد دوباره هی مبحث رو پرسیدیم. من بارها اومدم درس جلسه قبل اومدم از اول توضیح دادم، این باعث شد این مقدار کن پیش بریم، اگر نه الان کتاب تموم شده بود. البته هنوزم دیر نشده، ما الان 14 اردیبهشتیم، تا آخر اردیبهشت فرصت هست. این یه مبحث، هم اجازه بدید که بگم که پس فردا بتونم کتاب رو تمومش کنم. چون ما هنوز یه ساعت نیست کلاس رو شروع کردیم. آقای نصیری میگم هنوز یه ساعت هم نیست کلاس رو شروع کردیم. صفحه 108 جزوتون میگه آیا گازام تو آب حل میشن؟ بله، ما دیدیم آب تو آکواریوم پمپ هوا میذاریم، توی نوشابه گاز داریم، بس حل میشن. درست شد؟ خب میگه گازها هم در آب حل میشن، منتها چیزی که هست میزان انحلال پذیری گازها تو آب نسبت به جامدها مثل ترکیب یانی و شکر و اینا خیلی کمتره. خب حالا کی بیشتره کی کمتره؟ گازهای مختلف، چه میدونم چی رو انحلال پذیری گازها موثره؟ سه تا دوتاشون درباره جامدام صحبت کردیم، اینجا فقط یه چیز اضافه میشه. اونجا گفتیم که نوع حل شونده، اینجا هم همینه، میگیم نوع گاز عوامل موثر بر انحلال پذیری گازها رو گفتن، اسپبر یکی میگیم نوع گاز. چرا؟ چون الان اصل انحلال پذیری رو خوندیم، اصل انحلال پذیری میگه شبیه در شبیه حل میشود، قطبی توی قطبی، ناقطبی تو ناقطبی حل میشه. درست شد؟ آب چیه؟ آب میگه آیا گاز هم در آب حل میشن؟ آب قطبیه، پس انتظار داریم چه گازهای خوب تو آب حل بشن؟ اونایی که مولکولاشون قطبیه، پس گازهایی که مولکولاشون قطبیه انحلال پذیریشون خوبه تو آب به نسبه اونایی که حل ناقطبیان حل نمیشن. حالا بخونیم یک نوع گاز، چون آب مولکولهای قطبی دارد پس گازهایی که مولکولهای آنها قطبی هستند انحلال پذیری بهتر و بیشتری در آب دارن. آب قطبی، مولکولایی که گازهایی که مولکولاشون قطبی باشه انحلال پذیریشون خوبه. اصل انحلال پذیری چی بود؟ میگه شبیه در شبیه حل میشود، یعنی ترکیبهای قطبی و یعنی در حلالهای قطبی حل میشن، ناقطبی هم تو حلالهای ناقطبی، اینا که الان بحث کردیم. بله
جزء صفحه 108. حالا یه جدول اینجا هست، میتونیم قشنگ معنی این جمله رو بفهمیم. مثال: انحلال پذیری چند گاز در دمای 25 درجه و فشار یه اتمسفر اندو 18 ده هزارم گرم تو 100 گرم آب، O2 39 ده هزارم گرم، CO2 145 هزارم گرم، حالا NH3 یهو 47. اونا 1 گرم هم نبود، 1 گرم هم نبود، اصلا بعضیشون 100 گرم هم نبود دو تای اولشون، ولی این یهو شد 47، یا H3 شد چند؟ 69.5. پس دو تاشون NH3 و H3 خیلی تفاوت داره با اون سه تایی که اندو و سی او دو و هاش دو، اندو و او دو و سی او دو. چرا؟ میگیم اون دوتای آخریه قطبی هن، این ستای اولیه نا قطبی هن. قطبی در آب که قطبیه خوب حل میشه. پس برای NH3 و HCl NH3 CO2 O2 اندو، این دوتا بنویسید که قطبی، این ستا بنویسید که نا قطبی. جوابش رو گرفتیم که چرا این سه تا کم حل می شوند. پس ناقطبیه کم در آب حل می شوند، به همین دلیل، چون ناقطبیان به همین دلیل کم در آب حل می شوند. ولی نه، چون قطبی هستند، چون قطبی هستند، پس انحلال پذیری خوبی در آب که قطبی است دارند. انحلال پذیر خوبی که در آب که قطبی است دارند. مورد بعدی: دما برای جامدات ایونی. گفتیم با افزایش دما انحلال پذیری هم زیاد میشه. نموداراشون اکثرا سعودی بود، لیتیوم سولفات فقط عکس بود. اینجا نه، کلا گازها که اگر آب گرم بشه انحلال پذیری گاز توش کم میشه. پس انحلال پذیری گازها با افزایش دما چیه؟ رابطش عکسه. میبینیم که این بطری آب اگه بذاریم پشت شیشه، بعد میبینیم توی بدنه بطری دا قسمت داخلیش حب آب زده، این گازهایی بوده که خارج شده از آب. چرا؟ چون دما افزایش پیدا کرده. پس با افزایش دما مقدار انحلال پذیری گازها در آب چی میشه؟ کم میشه. پس همشون نمودار انحلال پذیری بر حسب دما برای گازها چیه؟ نزولیه، رو به پایین. نمودار انحلال پذیری دما برای گازها نزولیه که چند تاش اینجا داریم میبینیم. مورد سوم: هر جا صحبت از گاز بود بدونید که یکی از متغیرها چیه؟ فشار هستش. فشار یه قانونیه که اثر فشار را روی انحلال پذیری گازها توضیح میده، بهش میگن قانون هنری. خیلی ساده است، چیز خاصی نیست. میگیم آقا با افزایش فشار، فشار که بیاری روی گاز بیشتر تو آب حل میشه. این شد قانون هنری. فقط این تذکر میدیم تو دمای ثابت، در دمای ثابت با افزایش فشار انحلال پذیری گازها هم در آب افزایش مییابد به صورت خطی. یعنی اگر فشار دو برابر شد، دو برابر حل میشه. فشار پنج برابر شد، پنج برابر حل میشه. این آقای هنری پیدا کرد، بهش میگن قانون هنری. تو جزوه را بخونیم لحظه، صفحه 109، اثر فشار. میگه قانون هنری: در دمای ثابت با افزایش فشار انحلال پذیری گازها هم در آب افزایش مییابد. اگه گفتن قانون هنری را بگید، اینا می نویسید. یا گفتن قانون هنری چیا توضیح میده؟ میگیم اثر فشار روی انحلال پذیری گازها در آب. اثر فشار روی انحلال پذیری گازها در آب که فشار زیاد بشه انحلال پذیری هم زیاد میشه. بعد تو پرانتز نوشتم رابطه مستقیم و خطی، یعنی اگه فشار دو برابر بشه انحلال پذیری هم دو برابر میشه. معادله خطی y مساوی با ax به علاوه b بود. پس اینجا s مساوی با kp هست. چون عرضه از مبدأ صفره، AX به علاوه B B نداریم دیگه، پس میشه S مساوی با KP. S میشه انحلال پذیریش، P هم میشه فشار. اون S هم یه، اون K هم یه عدد ثابته. نمودار انحلال پذیری فشار برای چند گاز؟ پس فشار انحلال پذیری بر حسب فشار میشه یه خط صاف، منحنی نیست، خط صافی که از مبدا میاد بیرون. این قانون هنری را نشون میده. عرضه از مبدا نمودار انحلال پذیری فشار صفره. بقیه مطالبش حالا یه لحظه بخونیم، ولی خب چیز خاصی نیست. از واکنش قرص جوشان با آب گاز کربن دی اکسید تولید میشه. آزمایشی که ما نمیتونیم انجامش بدیم، فقط بدونید که قرص جوشان بریزی تو آب گاز CO2 تولید میشه.
چون در هوای گرم گاز کمتری در آب حل میشه، برای همین بعضی وقت دیدید ماهی ها میان و سطح آب، گفتن چرا؟ میگیم چون در هوای گرم گاز کمتری، گاز اکسیژن کمتری تو آب حل میشه، ماهی ها برای اینکه اکسیژن بگیرن میان و سطح آب. مورد بعدی، اینم یه آزمایشه، تو آزمایشگاه علومتون باید انجام میدادید، یه آزمایشه که نمک میریزید تو نوشابه شروع میکنه سریع کف کنه، خونم شاید انجام داده باشید. چرا؟ میگیم که انحلال ترکیب آیونی باعث میشه که انحلال پذیر گازها تو آب کم بشه. این جمله که اینجاست، مقدار نمک موجود در آب دریا بر میزان انحلال پذیر گازها اثر دارد. به عنوان مثال با افزودن نمک به نوشابه، گازهای حل شده در نوشابه جدا میشه. خونه خودتون میتونید یه ذره نمک بریزید تو نوشابه ببینید چی میشه. با هم بیاندیشیم، نکته با هم بیاندیشیم صفحه 114 که اون نمودار صفحه قبله، نمودار صفحه 108 ستا، چرا این او بالاتره، یعنی زیادتر همیشه حل میشه نسبت به او دو این دو؟ چون این او قطبیه. پس میگیم چون این او قطبی است، انحلال پذیری بیشتر نسبت به این دو او دو داره. اینا دیگه نکته خیلی ریزه که برای یخ ممکنه تو کنکور اینا ازمون بپرسن، وگرنه اصلش ما اینه که این نمودار رو یاد بگیریم. آقا دما زیاد بشه انحلال پذیر گاز کم میشه دیگه، من نکته ریزش رو پیدا کردم نوشتم براتون. این که چرا سی او دو زیاد حل میشه تو آب، اینه که چون سی او دو با مولکولای آب واکنش میده که میگیم اسیدیش میکنه، نوشابه زیاد بخوری برام میده بده، چون خاصیت اسیدی داره، سی او دو تو آب حل بشه اسید تولید میکنه، این واکنشش میای انجام شدن باعث میشه که سی او دو خوب تو آب حل بشه. علتش اینه که مولکول های کربن دی اکسید با مولکول آب واکنش میدن. این درسمون تا اینجا باشه، خسته نباشید. ما یک ساعت کار کردیم، انشالله سه شنبه کتاب رو تموم میکنیم، چیز خاصی نمونده، یه با هم بیندیشیم مونده. بله، بینه علوم پای فیزیک، شیمی، ریاضی، بالاخره اینا سختن. از شانس بدتونم الان کلی آن کار به شخص شما نداره، اینا بدونید شیمی یک تقریبا سنگین ترین کتاب تو سه تا شیمی که داریم. میریم که شیمی دو راحت تر میشه، میریم شیمی سه یه مقدار راحت تر میشه. تازه شیمی یک چیه، دانش آموزا که از متوسط اول با کتابای علوم ساده اومدن یهو اینجا نظریه کوانتومی بهشون درس میده، بعد استوکیومتری بهشون درس میده، بعد اینجا ساختار لوئیس. بله شیمی یک یه مقدار سنگینه، لازم بود که مثلا حضوری باشه، جلسات زیاد و بتونیم راحت رو در رو با هم صحبت کنیم، من راحت بکشم اینا، ولی خب شرایط دیگه امسال اینجوری شد دیگه. هنوز بازم به مدرسه شما، من مدارس دیگه رو دارم واتساپی کار میکنم. تشکر، شما هم خسته نباشید. اگر سوالی داشتید توی گروه میتونید سوال کنیم، من در خدمتتون هستم.